فوری. مجلس نمایندگان به لغو ادارات غیر ضروری به ویژه شورای امنیت ملی رای موافق داده است. به نام خداوند بخشاینده و مهربان. باز هم خوش آمدید به یکی دیگر از ویدیوهای کانال دیلی پرس. تقاضا می نماییم که تا آخر این ویدیو با ما همراه بوده و کانال ما را سابسکرایب نمایید تا از ویدیوهای جدید و روزانه ما با خبر شوید. هارون میرسعیدی در صفحه رسمی فیسبوک خود می نویسد: مجلس نمایندگان با لغو ادارات غیر ضروری با ویژه شورای امنیت ملی رای موافق داده است. این در حال است که حمدالله محب می گوید شرایط توافقنامه ایالات متحده آمریکا با گروه طالبان بر مردم تحمیل شده نمی تواند. در همین حال محمد اشرف غنی رئیس جمهور کشور در سفرش به دوحه بار دیگر با تأکید بر اهمیت صلح می گوید که نیاز است طرفین گفتگوها شهامت برقراری آتش بس در کشور را داشته باشند. وای که در مرکز مطالعات منازعه و بشردوستانه انستیتوت دوحه صحبت می کرد گفت که طالبان با وجود حضور به عنوان نیروی منفی بخشی از واقعیت جامعه به شمار می آیند و جنگ کنونی یک جنگ داخلی نبوده بلکه مبنای منطقه‌ای و ابعاد بین المللی دارد. وی به ارزش و جایگاه جمهوریت در جریان روند صلح اشاره کرد و افزود که نیاز است توافق صلح از سوی لوی جرگه و شورای ملی تایید شود، زیرا در غیر آن این روند به نتیجه نمی رسد. افزون بر این موارد، حکومت همچنان بر توافق فوری پیرامون آتش بس و مکانیزم نظارتی آن تاکید دارد و میگوید که با توجه به تعهدهای پیشین در این مورد مردم منتظر عملی شدن آن هستند. گفتنی است که هدف دولت از تسریع روند صلح، رفع معضل فراراه توافق روی کار شیوه مذاکرات، کاهش خشونت و برقراری آتش بس و رسیدن به توافق سیاسی خوانده شده است تا بدین ترتیب به خونریزی در کشور نقطه پایان گذاشته شود. سفر دو روزه محمد اشرف غنی به قطر سرانجام روز سه‌شنبه پایان یافت. هدف از سفر هیئت حکومت به قطر جلب حمایت این کشور از روند صلح و گسترش و توسعه همکاری های دو جانبه خوانده شده است. آقای غنی که شامگاه روز سه‌شنبه 15 میزان سال 1399 در مرکز مطالعات منازعه و بشردوستانه انستیتوت دوحه سخنرانی میکرد بر روند صلح پرداخت و افزون بر جایگاه جمهوریت در این روند بر ارزش آتش بس نیز تاکید کرد. وی افزود که منافع صلح و ضرر جنگ در کشور نظریه پردازی نشده است تا تأثیر ویرانگر جنگ ترسیم شود. آقای غنی افزود که جنگ کنونی در کشور جنگ داخلی نیست، بلکه جنگ منطقه‌ای با ابعاد بین المللی است که در واقع موج پنجم تروریسم به شمار می آید. وی در ادامه بر ارزش آتش بس تأکید کرد و یک بار دیگر افزود که نیاز است دو طرف شهامتشان را برای برقراری آن نشان دهند. با گفته رئیس جمهور غنی، اراده دولت برای صلح واضح است و به همین دلیل بود که دولت تصمیم گرفت تا با پیدا کردن راه حل از طریق لوی جرگه مشورتی صلح بنبستره های زندانیان را بشکند. آقای غنی میگوید که تیم مذاکره کننده دولت توانایی ظرفیت و حوصله بی‌نظیر نشان داده است و دولت نیز اراده واحد برای صلح دارد. او تصریح کرد که دولت به هیچ فرد اجازه نمیدهد تا در امور هیئت مذاکره کننده دولت دخالت کند و در حال حاضر این هیئت به گونه مستقلانه تصمیم میگیرد. آقای غنی در ادامه افزود که جمهوریت برای افغانستان اهمیت زیادی دارد و این چتر در واقع شامل همه اقشار در کشور است. به گفته رئیس جمهور، قدرت در کشور همکنون بر اساس اراده مردم ادامه یافته و انتقال صلح‌آمیز قدرت نیز در چارچوب آن تضمین شده است. با این همه آقای غنی میگوید که صلح کنونی نمیتواند صلح طبقه ها و نخبگان در کشور باشد،
زیرا اساس آن مردم است و باید صلح برای مردم برقرار شود. وی تصریح کرد که در جریان روند صلح باید به مردم زمان داده شود و آینده شهروندان تضمین گردد. او در ادامه سخنرانیش گفت که قدرت در هیچ جای کشور میراثی نیست و نیاز است هر نوع توافق در روند صلح از سوی شورای ملی و لویه جرگه تایید شود. به گفته او اگر این کار صورت نگیرد برقراری صلح در کشور ناممکن است. او تصریح کرد که انحصار در کشور کارایی ندارد و مدیریت کشور نیز بدون دموکراسی ناممکن است. محمد اشرف غنی با پرسش این که آیا طالبان می خواهند بر اساس اصول اسلامی بحث کنند یا این روند را روی توافقنامه‌شان با ایالات متحده امریکا بنا کنند گفت که باید در چارچوب اسلام پیرامون مسائل بحث شده و راه حل نیز در همین بستر جستجو شود. در همین حال محمد حنیف اطمر سرپرست وزارت امور خارجه میگوید که هدف اصلی دولت از روند صلح رفع معضل فراراه توافق روی کارشیوه مذاکرات کاهش خشونت و برقراری آتش بس و رسیدن به توافق سیاسی است تا خونریزی در کشور نقطه پایان بگذارد. وی افزود که نیاز است معضل فراراه آغاز گفتگوهای مستقیم میان هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان و طالبان هرچی زودتر حل شده و بدین ترتیب در مذاکرات اصلی روی آتش بس توافق شود. او هرچند تایید کرد که در کل روی کارشیوه مذاکرات بین الافغانی توافق شده، اما تنها دو مورد اختلافی باقی مانده است که گفتگوها روی این موارد ادامه را دارد. منابع رسمی به روزنامه 8 صبح تایید می کنند که روی تعیین مبنای فقهی توافق شده است و در حال حاضر دو طرف تنها روی بحث تعیین توافقنامه سیاسی به عنوان مبنای مذاکرات اختلاف نظر دارند. افزون بر این آقای اطمر کاهش خشونت و برقراری آتش بس را هدف دیگر حکومت خواند و تصریح کرد که با توجه به نیاز مردم باید این دو مورد هرچی زودتر تأمین شود. سرپرست وزارت امور خارجه در کنار برقراری آتش بس بر ایجاد مکانیزم نظارتی از کاهش خشونت ها تاکید کرد تا بدین ترتیب از هر مورد خشونت نظارت و عوامل آن شناسایی شود. حکومت در حال به برقراری آتش بس در مذاکرات بین الافغانی اصرار دارد که طالبان این مورد را به آخر مذاکرات موکول کردند. طالبان گفتند که نیاز است پیش از بحث روی برقراری آتش بس دائمی روی دلایل جنگ بحث و عوامل آن شناسایی شود. در همین حال محمد حنیف اطمر از رسیدن به توافق سیاسی به عنوان دیگر هدف حکومت در جریان مذاکرات یاد می کند. وی گفت که نیاز است خونریزی ها از طریق یک توافق سیاسی به گونه کامل پایان یابد و همه مشکلاتی که بانی جنگ است توسط این توافق سیاسی حل شود. با گفته سرپرست وزارت امور خارجه آقای غنی توانست در سفرش به دوحه توجه دولت قطر را پیرامون سه هدف اصلی دولت در روند صلح جلب کند. با تشکر که تا آخر این ویدیو با ما همراه بودید. منتظر نظریات و پیشنهادات نیک شما هستیم. تا ویدیوهای دیگر خدا یار و نگهدارتان. اوقات خوش داشته باشید.